سلام به روی ماهتون قشنگا، هنرمندا سلام، عاشقان قلاب سلام. خب آموزش قبلی کلاه فرانسوی متوجه شدم که کلاه فرانسوی خیلی دوست داری. دو میل بود. خیلی از عزیزان هستن که دو میل وارد نیستن. این بار اومدم یه طرح قلاب همون مدل بافتم. این کلاه دو میل هستش، دقیقا مثل همین از قد بافته میشه. حالا میریم سراغ کلاه قلاب. خب دیدید دیگه، دختر من کلاهای زیادی رو امسال براش بافتم. این یکم بزرگتره، بعد من اینو کوتاهتر گرفتم، بالای گوشش وای میستم. توضیح دادم توی فیلم تعداد دونه ها رو که بیشتر بگیرید بیشتر میشه. اگه خواستینم بعدا میتونید این لبه هاشم حتی سجاف ببافید. به این شکله، خیلی نازه، خیلی فوق العاده است. همینطوری مثل من با کانوای اسپورت ببافید. حتی کانواهایی که متراژشون، رنگ بندیشون، متراژشون بالاه، مثلا مثل پاپتیا کیک، هر ردیف تقریبا یک رنگ میفته، اونم جالب میشه. تک رنگش هم فوق العاده زیبا میشه. تو انتخاب کانوا دقت بفرمایید. کانواتون یه نمه باید ضخیم باشه. قلابتون هم که 3.5-4 درست متناسب با نخ میگم همیشه، ولی اینو در نظر داشته باشید که حتما حتما کانوا باید ضخیم باشه. نازک خودش رو زیاد نشون نمیده. بافت جدیدی رو قرار یاد بگیرید، پس حسابی دقت کنید و چندین بار فیلمو ببینید بعد برید ببافید. یک کلاهی هم جدیدم معروف شده به همین سبک بافته شده که برگ هستش، اونم تو برنامه آموزش ها هستش. تا یادم نرفته این آموزش ادامه داره، سته. یک بارم از این سمت ببینید قشنگیاشو. کانوا، مصرف کانواش خیلی به صرفه بود. از 1.5 کلاف 50 گرمی هم کمتر، حدودا 70 گرم. آره 70 گرم نخ برده. البته بازم تکرار میکنم، بالای گوش وای میسته. وقتی که بخوای پایین تر بیاد حتما دوتا کلاف رو میبره. بزن بریم ببافیم. نخی که من انتخاب کردم یارنارت آلگرو هستش. مهر هستش، 50 گرمی، 145 متر. خب این کانوا مناسبه و دیگر کانواهایی که ضخامتشون به همین اندازه باشه تقریبا، یکم ضخیم باشه تو خودش رو نشون بده. قلاب 3.5 یا 4، پس نیاید با نخ کام. اگه نخ نازک دارید حتما باید دولا کنید. مثل همیشه من یک قسمتش رو بافتم که بافت رو ببینیم. حین بافت یک کمی باید دقت بفرمایید، از یک کمی خیلی یک کم بیشتر دقت بفرمایید. این بافت رو یاد بگیرید. اگه خاطرتون باشه روی بافت اون شال وارمری که بافته بودم توسی بود. خوشبختانه انقدر پر فروش این شال که من یکی دیگه دارم الان از روش میبافم. این کش بافت رو ببینید، گفتم اونجا هم گفتم بهتون خیلی باش کار داریم، خیلی مهمه. حتما حتما این باف رو هم ببینید ببافید که دستتون راه بیفته برای این سری کلاهای جدید. اولین اندازه که مورد نیازمون هست قد کلاه. ببینید من میخوام قد کلاه هم 24 سانت باشه. حالا میایم چیکار میکنیم؟ براش یه نمونه میبافیم تا بتونیم این قد رو اندازه بگیریم. من با یک کانوا ساده میبافم تا بهتر دیده بشه. میام چیکار میکنم؟ 10 تا زنجیره میزنم که شما هم باید همین کار رو انجام بدید. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. این زنجیره ها رو کاملا شل بزنید. اگر نمیتونید از قلاب نیم شماره بزرگتر استفاده بفرمایید. و نکته بعدی، اگه دستتون سفته همین الان قلاب بزرگتر بردارید. به هیچ عنوان نباید سفت بافته بشه. یک زنجیره میزنیم و روی اون 10 زنجیره اولی پای کوتاه میبافیم. یه نخ روی قلاب که هست، یه نخ از زنجیره بیرون میکشیم و یه نخ روی قلاب و یکی میشه. این میشه پایه کوتاه. رج اول باید پای کوتاه رو ببافیم. دوتای بعدی رو هم میبافم. رج بعدی یک زنجیره میزنیم و تمام رج های برگشت به همین صورته. پس رج رفتمون میشه پای کوتاه، رج برگشت به این صورت. ببینید نخ روی قلاب
این زنجیره رو که رها میکنیم میریم سراغ اولین پایه. از لبه عقبی گندمی دو تا لبه داره، یکی لبه، ببینید این دو تا، یکی لبه جلویی یکی لبه عقبی. ما از لبه های عقبی فقط میبافیم، قلاب رو وارد میکنیم، یه نخ بیرون میکشیم. وقتی بیرون میکشید سر قلاب رو بچرخونید به بیرون، از اون دو حلقه ردش کنید. دوباره نخ رو میکشم بیرون، از اون دوتا رد میکنم. بازم تاکید میکنم سفت نبافید. همینطور ادامه میدیم. حتما هم بشمارید که اشتباه نشه. این آخری هستش. یک زنجیره میزنیم و باز همین بافت تکرار میشه. یک رنج پای کوتاه، یک رنج پایه، چه پایه‌ای بهش بگیم، خیلی اسمای مختلف میذارن روش برای اینکه خودشون نشون بده. من بافتم یک رنج پای کوتاه بشه. دوباره همون بافت رو تکرار میکنیم. نمونه رو بافتیم، میم اندازه میزنیم 6 سانته. پس میگیم که ما 10 تا زنجیره داشتیم، 6 سانت به ما داد. قد کلاه من 24 هستش. اگه این مشغولمون باشه، تعداد زنجیره های مورد نیازمون مساوی میشه با 1 ضرب در 10 ضرب در 24 تقسیم بر 6. 24 به 6 بخش پذیر 4، 6 تا 24 تا 4 تا 10 تا میشه 40 تا زنجیره. دقیقا همین تعدادی که من زنجیره زدم. اما من به شما میگم که با هر تعداد زنجیره‌ای به چه شکلی ببافید. فرمولش رو بهتون یاد میدم و این که اگه خواستید برای سن کمتر استفاده کنید، درسته میتونید قدش رو کوتاه‌تر یا بلندتر کنید، ولی بهتر اینه که ضخامت نخ رو عوض کنید. همین الان اینجا بهتون بگم که وقتی که ما بیایم تعدادمون کمتر یا بیشتر کنیم، این رچ ها، ببینید این تعداد الان 2 4 6 7 8 تا برای من افتاده، اینا کم و زیاد میشه برای شما. من اینجا برای نمونه 20 تا زنجیره میزنم، اما خودم 40 تا زنجیره زدم. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. یک زنجیره میزنم و تمام این رج رو پای کوتاه میبافم. همونطور که گفتم اون زنجیره رد میشه، روی مابقی پای کوتاه رو میبافم. بافتم تا انتها، یک زنجیره میزنیم، برمیگردیم، همون بافت رو میبافیم. مثل پای متوسط از لبه عقبی میمونه، اما یک بست هم داخلش داره. مخصوصا این حلقه ای که از قلاب از پای بیرون میاد آخری، اینو یکم آزاد بگیرید. اگه سری میبافم هم میتونید سرعت فیلم رو کم کنید، همین که برگردید ابتدای فیلم رو ببینید و اون شال رو حتما ببینید، اونجا خیلی توضیح دادم. البته که فقط نیاز به تمرین داره، یه نخ روی قلاب، لبه عقبی نخ میگیریم، قلاب رو برمیگردونیم به سمت بالا و بیرون میاریم. اگه این طرفی بکشید نمیاد، اگرم بیاد خیلی به سختی رد میشه، چون اون نخی که روی قلاب میگیریم مزاحمه. خب قرار شد فرمول رو بهتون بگم. اینجا میشه الان رج سوم
اولی سر گرفتیم، دومی پای کوتاه بافتیم و این سومی هستش. بچه سوم رو میبافیم تا سه تا پایه مونده به آخر، یک دو سه. من الان دو تا پایه به بافم میرسم، اون سه تا باید خالی بمونه. یک زنجیره میزنیم، این سه تا رو رها میکنیم، برمیگردیم به چرخش. دقت بفرمایید این زنجیره ای هم که میزنید سفت نباشه، کارش داریم. دوباره شروع میکنیم پای کوتاه بافتن. رج چهار روم هستیم، تا انتها پای کوتاه میبافم، دوباره رج بعدی رو میبافم که برجسته هستش. باز رج بعدی باید سه تا پایه جا بذاریم. پس متوجه شدید به تعداد بافتتون ارتباطی نداره، فعلا من دارم میگم سه تا از انتها که فرق سر هستش جا بذارید. بعد تا انتها پای کوتاه میبافید، پای کوتاه از لبه عقبی. یک زنجیره میزنیم، حالا برمیگردیم. دوباره پای برجسته ها رو که داریم میبافیم، باز باید سه تای آخر رو جا بذاریم. اگه به همین صورت ببافیم ادامه بدیم، یک کلاه صاف روی سر خواهیم داشت. ما میخواییم یک کوچولو کلاهمون حالت فرانسوی به خودش بگیره. به همین خاطر خب کلاه فرانسوی قسمت بالاش بیشتر بافته میشه دیگه. پس پایین رو نباید ببافیم، فقط بالا رو. اونم بالا نه، فقط وسط رو. رسیدم به آخری. میبافیم. زنجیره میزنیم. الان رج ششم هستیم، دوباره پای کوتاه از لبه عقبی. این آخرین رجی هستش که ما تا انتها میبافیم پای کوتاه ها رو. پس فقط شش رج میبافیم قسمت پایین فعلا، بعد دوباره دو رج دیگه میاد بهش اضافه میشه. زنجیره میزنیم، خب دوباره برمیگردیم پای برجسته تا سه تا مونده به انتها. این نخی که دارم باش میبافم پشم هستش، آلیزه لانا. سه تامون زنجیره میزنیم. حالا که برمیگردیم میخوایم پای کوتاه ببافیم، میبافیم پای کوتاه ها رو تا سه تا مونده به انتها. چهار، 5، 6، 7 و 8. کلاهای مختلفی هم که الان میبینید خیلی مد شده، طرح برگ و اینا هست، همه به همین روش بافته میشه. برمیگردیم میبافیم تا سه تا مونده به آخر. من الان چون تعداد دونه هام خیلی کم شد، 20 گرفتم، اینجا میشه همین یک رج کمتر شد. اما الان ببینید اینجا رج اول من هستش که دارم کم میکنم. بعد که به بافم دوباره میام روی این بافتم به شما نشون میدم که اینجا چند مرتبه جا میمونه دونه ها. ولی اینجا چون تعداد دونه ها کمه، همین یک مرتبه شد. خب ما همین بافت رو دوباره تکرار میکنیم، یعنی این رج دوباره زنجیره میزنیم، پای کوتاه میبافیم تا سه تا مونده به آخر. باز برمیگردیم پایه برجسته میبافیم تا سه تا مونده به آخر. حالا تا کجا؟ ببینید تا این قسمت تعداد پایه ها از 9 پایه کمتر باشه. من الان 5 تا پایه دارم، خب مسلمه اگه بخوام ببافم دو تا رو بعد ببافم برگردم، خب دیگه دو تا که اصلا به سه تای آخر نمیرسه خودش. قلبمونم که مال ولنتاین. پس میبافیم تا جایی که تعداد پایه هامون از 9 تا دونه کمتر بشه، یعنی اگه همون خود 9 تا هم باشه میتونید باز یک رج دیگه ببافید.
هرچه آخری که بافتیم راجع برجسته بود. خب حالا الان باید پای کوتاه ببافیم، زنجیره میزنیم، پای کوتاه ها رو میبافیم تا برسیم به اولین پله. یه کمی دقت بفرمایید، اینجا یه دونه داریم فقط، بعدا میریم روی اون بافت اصلی. من بیشتر براتون میبافم، با یه قلاب کوچکتر بهتون نشون میدم. اینجا یه زنجیره داریم، یه نخ زیرش، این قسمت هم سه تا پای کوتاه داریم. میایم حلقه عقبی لبه اول رو میگیریم، یعنی سه تا نخ باید روی قلاب باشه، زنجیر نخ زیرش و حلقه عقبی. نخ رو بیرون میکشیم، پای کوتاه رو میبافیم، دوتای بعدی رو هم میبافیم و بعد دوباره اینجا زنجیره هستش، میریم همینطور بعدی ها رو میبافیم. اجا برگشتمون زنجیره میزنیم، خب باید پای برجسته ببافیم تا انتها، باز میبافیم تا برسیم به اون پله، اونجا نکته داره. تعداد پایه رو که بافتیم رسیدیم به زنجیره. خب ببینید زنجیره نخ زیرش از این سه تا پایه اولی حلقه عقبیش. نخ رو میاریم روی بافت، اینجا نگه میداریم، حالا میندازیم روی قلاب و از تمام حلقه هایی که روی قلاب هست به یک بار ردش میکنیم. حالا میکشیم نخ رو تا فیکس بشه. میریم بعدی ها، دوباره دوتای بعدی همون شکل برجسته میبافیمش، باز میرسیم به زنجیره. زنجیره نخ زیرش حلقه عقبی اولین پایه‌ای که میبینیم. نخ رو میاریم روی بافت، از همه حلقه هایی که روی قلاب هست بیرون میکشیم و اضافه نخ رو میکشیم که صاف بشه. دوتای بعدی رو میبافم و باز همون کار رو تکرار میکنیم. من دارم میبافم که ببینید اینجا آخری هستش، زنجیره نخ زیرش حلقه سوم. دوتای آخر رو میبافیم، زنجیره میزنیم و از اینجا دیگه تکرار بافتمون شروع میشه. ببینید اینجا پایه ها رو که یکم صاف کنیم، این دوتا به هم دیگه وصل شدن. اینجا حالا انگار همون تعداد اولیه که سر انداختیم زنجیره داریم، همون تعداد پایه رو داریم دوباره شروع میکنیم. از رج دوم به بافتن تماما باید پایه کوتاه ببافیم، دوباره برجسته میبافیم تا سه تا مونده به آخر و همینطور ادامه میدیم. که من یه چند رج دیگه بافتمش، ببینید الان رسیدم دو چهار، من شش تا پایه الان دارم. وقتی رج برجسته رو بافتم شش تا پایه دارم. خب شش تا پایه که به دردمون نمیخوره، پس شروع کنیم به بافتن. چون که این رج خیلی مهمه من اینجا هم میبافمش و تعداد تکرار رو ببینید بیشتر شده. گفتم هر چقدر دونه ها کم یا زیاد بشه این تعداد رج متفاوت میشه. اینجا باید الان پای کوتاه ببافیم، پای کوتاه ها رو میبافم. چیزی جا نمونه. میرسم به زنجیره، زنجیره حلقه زیرش پایه اول لبه عقبیش. نخو بیرون میکشم، پایه کوتاه رو میبافم. دوتای بعدی پایه کوتاه و دوباره زنجیره نخ زیرش و حلقه عقبی. به این صورت همینطور ادامه میدیم. تا انتهای که بافتیم برمیگردیم، زنجیره میزنیم،
حالا باید تمام پایه ها رو ببافیم. این قسمت بافتم رسیدم به اینجا. این زنجیره حلقه پایینی، اولین پایه لبه عقبیش، نخ رو میاریم روی بافت، یه نخ میگیریم، 5 تا حلقه روی قلابه رد میشه و این نخ رو با انگشتمون میکشیم. دوتای بعدی رو میبافیم دوباره. اگر که قلاب فرو نرفت حتما از یه میل قلاب کوچکتر کمک بگیرید. نخ رو میاریم روی بافت، بیرون میکشیم. تا انتها دیگه ادامه میدیم و مثل همون نمونه ای که گفتم شد. حالا میگم که چند مرتبه اینو باید تکرار ببافید. این مدل، این سبک، خیلی خیلی میتونید مدل های مختلفی ببافید. این آموزش رو با دقت ببینید تا بتونید بقیه کلاه ها رو هم ببافید و آموزشش رو داشته باشید. همونطور که مشاهده می‌فرمایید من 8 تا تکرار رو بافتم. خب ببینید بافت من کاملا گرد شده. میتونید اینو معیار قرار بدید. میتونید اندازه دور سر رو معیار قرار بدید. ببینیم چند سانت شده. دور سرش تقریبا 25 میشه 50. خب اوکی، دور سر. حالا اینکه شما چند بار ببافید، چند مرحله تکرارش رو ببافید، ببینید بستگی داره که بخوای گشادی این قسمت که میفته روی سر، پشت سر چقدر باشه. میتونیم بیشتر ببافیم اما دور سرمون گشاد میشه. و اینکه هر چند تا تعداد دونه شما بیشتر بشه، این تعداد که ثابته اما این قسمت، اون قسمتی که گودی بهش داده، اینجا بیشتر میشه. پس اینو خودتون دقت بفرمایید، ولی میگم معیار اصلیتون این باشه که گرد باشه، اینطوری چین چین نخوره، بعدش هم به زور نخواد برسه. یه نکته دیگه درباره قدش، من 24 گرفتم این کلاهو. نمیاد زیر گوش وایسته، مثل کلاهای برش روی بالای گوش تقریبا وای میسته. اگه خواستید بلندتر بشه حتما دونه های بیشتری بگیرید، یا یه کار دیگه میتونید دوباره بیاید این قسمت براش یه سجاف ببافید، اونم قشنگ میشه مثل همون کلاهی که اول بدونش. یه نکته اینجا یادم رفته بهتون بگم، ما چرا میایم این کار رو انجام میدیم. دونه آخرم شکافتش رو ببافم. روی رج برجسته وقتی میخواستیم این زنجیره رو ببافیم، ببینید زنجیره حلقه پایینیش و حلقه عقبی پایه اول از ردیف بعدی که داریم میبینیم پله پایینی، نخ رو میاریم به این سمت میگرفتیم بعد میبافتیم، درسته؟ اگه از پشت بافتم بگیریم همون میشه، اما اگه از پشت بافت بگیریم اینجا این حلقه خیلی محکم میشه. حالا میارمش روی بافت، میبافمش. این حلقه رو دقت بفرمایید، ببینید این دوتا وقتی به هم میچسبه کامل میشه. وقتی که به صورت عادی ببافیم این حلقه خیلی کشیده میشه. دوتا اینجا جا مونده، اینا رو هم ببافم. الان دوباره همون 40 تا رو داریم. این ابتدا انتها باید به هم دیگه
وصل بشه. اولین کاری که انجام میدیم، ببینید همه این پایه ها، این خط ها رسیده به بالا و الان اینجا 8 قسمت داریم. این هشتمی که روی قلاب هست، میاییم به ترتیب اینا روی قلاب میگیریم از لبه های عقبی. دور میزنیم و آخری. حالا نخ رو روی قلاب میگیریم. از حلقه ها رد کردیم. به این صورت بافتمون جمع شد. برای اتصال درس میریم سمت پشت بافت. قلاب رو میاریم این سمت. بافت رو هم میچرخونیم. خب حالا اینجا باید اتصال خیلی تمیز انجام بشه که دیده نشه. این سمت بافتمون زنجیره های اولیه هستن. خب از لبه ای که باقی مونده وارد میشیم. این طرف میاییم مثل قبل لبه عقبی رو میگیریم. حالا یه نخ روی قلاب از هر سه تا حلقه ردش میکنیم. این قسمت اتصال رو سفت نبافید. یه چند تا که ببافم برمیگردیم اون سمت رو میبینیم. یه حلقه روی قلاب داریم. یکی از قسمتی که زنجیر باقی مونده و حلقه عقبی رج آخر. آزاد بگیرید نخ رو. سفت ببافید. جمع میشه. کیس میخوره. به این صورت افتادن کنار هم دیگه و اصلا دیده نمیشه که اینجا درزه. تا انتها بافتم نخ رو قطع میکنم. چه جالب، ابتدا و انتها نارنجی شد. گره میزنم و این اضافه های نخ رو پنهان میکنم. بفهمید. از زیبایی و قشنگیش هر چقدر من بگم کمه، حتما حتما ببافید، لذتش رو ببرید. عکسش هم بر من با ایدی تلگرامم سحر_آسا بفرستید.